پس از چندین ماه تعطیلی کرونا و تحولات سیاسی به مکتب می روند. این تصاویری از شهر مزار شریف و حضور پرشور دختران در یکی از مکاتب این شهر است. دانش آموزان این مکتب که پس از مدت طولانی اجازه رفتن به مکتب را از سوی مسئولین حکومتی دریافت کردند، از آمدنشان به مکتب ابراز خرسندی کرده و از دولت می خواهند تا توجه بیشتری به درس و تعلیم داشته باشند. از امارت اسلامی تشکر میکنیم که امنیت ما را برقرار کرده و میتونه ما با در جمع به مکتب بیاییم و امی ما برای آینده خود تلاش کنیم تا در آینده یک چیزی بسازیم و امی کشور خود را آباد بسازیم. ما در مکتب هستیم، اما چیز عادی است، امنیت ما برقرار است مثل سابق، کدام آزار اذیت هم تا حالا ندیدیم و هیچ کدام امانت هم نیست. در پی این حضور گرم دانش آموزان در مکاتب دخترانه شهر مزار شریف، مسئول عمومی مکاتب در این ولایت نیز از عادی شدن دروس مکاتب دخترانه در این ولایت اطمینان داد. با در روند تعلیمی ما هیچ کدام سکتگی رخ نداده. الحمدلله بسیار زیاد مردم خوشحال است. از صنف اول الی صنف 12 مکاتب فعال است و درس ها جریان داره. همه مردم، کسایی که در پرسنل معارف هستند، اونا به درس های خود حاضری میدن. این اعلام حضور اما فقط در چند ولایت انگشت شمار کشور کافی نیست. بعد از دو ماه تأخیر تا هنوز هم هزاران دانش آموز دختر در سراسر کشور و به خصوص پایتخت چشم انتظار باز شدن دروازه های مکاتبشان هستند. عالمان دین نیز میگویند تعلیم و تعلم تنها اختصاص به مردان ندارد و بانوان نیز بر اساس سیره الهی و نبوی حق آموزش و تعلیم را دارند، حقی که بر مبنای آیات و روایات هیچ مانعی در اسلام ندارد. مرد از زن کرده در این را برتر است، هیچ برتری ندارد. برتری و تقوا است، اما در راه آموختن علم مرد و زن حق دارند بخوانند بیاموزند، خصوصا در امروز که ما یک دکتر معالج زن باید معالج زن قرار بگیرد. با این حال مسئولین وزارت معارف در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مکاتب برای دختران دوره لیسه در پایتخت و ولایت باز خواهد شد چنین میگویند: نموج خپل پیشنهادات دغه زی صلح مکاماتو ته سپارلی دي او هر روز دغه تعقیب کو او څومره زر سی ممکن وي ان شاء الله المتعال دغه طرح او تصویب به مخی ترازی او موږ به خپل هیوادوالو ته ان شاء الله بشاره تندشه پیش کو. به گفته این مسئولین، در کنار مکانیزم باز شدن مکاتب دخترانه، روند پرداخت معاشات آموزگاران نیز مورد بررسی قرار داشته و در این میان تاکنون تنها معاش یک ماه معلمین در سراسر کشور پرداخت شده است. پیش از هر وزارت، معاشات مربوط به وزارت معارف از پرسنل، از معلمین، از اناس و ذکور از ماه اسد اجرا شده. با آینده هم تصمیم قاطع داریم، رهبری وزارت معارف با وزارت مالیه در جریان هستند. هر چیز زودتر ان شاء الله المتعال معاشات معلمین و همه پرسنل مربوط به وزارت معارف تادیه و بر وقت دادن. از سوی هم یونیسف اعلام کرده که نباید از آموزش دختران در افغانستان جلوگیری شود. این نهاد با اشاره به درخشش خوب دختران افغان در عرصه تحصیل و آموزش طی دو دهه اخیر گفته قبل از سال 2001 هیچ دختری به مکتب نمی رفت، اما حالا شمار دختران دانش آموز در کشور به بیش از 4 میلیون می رسد. تعلیم و آموزش، دسترسی قابل اطمینان به آب، غذا و خدمات اولیه بهداشتی و تغذیه از مهمترین حقوق تمامی کودکان در کشور به خصوص دختران می باشد که متاسفانه طی سالهای اخیر شماری از کودکان از این حقوقشان محروم بودند. رسیدگی به این حقوق کودکان تأثیر زیادی در پیشرفت کشور دارد. هرچند با باشدن شماری از مکاتب برای دختران از صنف 6 تا 12 در بعضی از ولایات کشور روزنه امیدی بر دیگر دانش آموزان دختر ایجاد شده، اما با این هم با بسته ماندن شماری کثیری از مکاتب دخترانه در پایتخت و ولایات کشور معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار این دختران خواهد بود. مهجبین احمدی، تلویزیون تمدن، کابل.